سلام دوستان، امروز میخوایم به یه شبهه پرتکراری بپردازیم که دشمنان اسلام بارها و بارها این شبهه رو به شکل‌های مختلف مطرح میکنن تا در ذهن مسلمان‌ها، شیعیان و به خصوص جوان‌ها در اعتقاداتشون خلل ایجاد میکنن و عصمت و پاکی وجود نازنین پیامبر اسلام و کلا دین اسلام رو زیر سوال ببرن. اما شبهه چیه؟ اینکه بارها مطرح میکنن که پیامبر اسلام تعداد همسران زیادی داشته و ایشون هوس‌باز یا شهوتران بوده، نعوذ بالله. مثلا عنوان میکنن که همه مسلمان‌ها حق داشتن بیشتر از 4 همسر رو ندارن، اما ایشون 46 بار ازدواج کرده، یا مثلا میگن ایشون با کودک خردسال ازدواج کرده، یا در یک شبهه خیلی عجیب مطرح میکنن که ایشون عاشق در حقیقت عروس خودش میشه و به نوعی پسرش رو مجبور میکنه یا در حقیقت رضایت جلب میکنه که طلاق بده اون رو و ایشون خودش بگیره. و شبهاتی که از این دست مطرح میشه بهتره بیشتر بهش عراجیف بگیم تا شبهه. خب خیلی طبیعیه که با گسترش عجیب اسلام تو دنیای امروز، اگر آمار ارقام رو نگاه بکنید میبینید که گرایش به اسلام بسیار زیاد شده در دنیا و حقانیت اسلام داره برای همگان آشکار میشه و طبیعیه که اینها بیان این شبهات رو مطرح بکنن، یا اسلام رو چهره خشنی ازش به دنیا نشون بدن، یا مطرح بکنن که اسلام با زنها مشکل داره و شبهات این چنین. خب بریم به این بپردازیم که چرا پیامبر هوس‌باز نمیتونستن باشن با توجه به شواهد تاریخی. از زبان یک مورخ خارجی مطرح بکنیم، ویل دورانت، مورخ مشهور آمریکایی، در خصوص زمان عرب اون دوران توضیح میده که تعدد زوجات بدون هیچ قید و شرطی در میان عرب اون زمان رواج فراوان داشته و زن کالایی بوده که جز دارایی پدر، شوهر یا پسر به شمار میرفته. یعنی در عمل زنان اون موقع خیلی جایگاه اجتماعی نداشتند و تعدد زوجات هم برای همه امر عادی بوده. اما خب حالا رفتار پیامبر رو باید در تاریخ ببینیم. ببینید، اگر پیامبر یک فرد شهوتران بوده، باید به خصوص در ایام جوانی نمود و بروز پیدا میکرد. اما خیلی جالبه که پیامبر در اوج شهوت جوانی تا سن 25 یا 28 سالگی به نقش‌های مختلف ازدواجی نکرده بودند. ازدواج ایشون با حضرت خدیجه کبرا بوده که برخی ایشون رو همسن میدونستن و برخی بین 3 تا 15 سال حضرت خدیجه رو بزرگتر از پیامبر میدونستن و برخی هم گفتن که ایشون بیوه بوده. علی رغم اینکه اون زمان چند همسری رواج داشته، اما میبینیم که 25 سال حضرت محمد صلی الله علیه فقط با حضرت خدیجه زندگی میکنه و همسر دیگه رو اختیار نمیکنه و تا وفات ایشون، یعنی 10 سال بعد از بعثت، یعنی ایشون 10 سال پیامبر بودن و میتونستن ازدواج دیگه داشته باشن، باز هم ازدواج دیگه نمیکنن و ازدواج هایی که براشون مطرح شده از سن 50 یا 53 سالگی به بعد بوده که اون هم دلایل خاص خودش رو داشته که بهش اشاره میکنه. همه همسران پیامبر به جز عایشه و احتمالاً حضرت خدیجه بیوه و سال خورده بودن و پیرزن بودن به نوعی. ضمن اینکه سران قریش به خاطر جایگاهی که پیامبر پیدا کرده، ترس از نفوذی که پیامبر داشته به جهان عرب پیدا میکرد، حاضر شده بودن و پیشنهاد دادن که بهترین دختران زیبارو رو به ازدواج ایشون در میارن اگر ایشون کمی ملاتفت و نرمی در دین خودشون داشته باشن. خب نقل‌های تاریخی و روایات متعددی وجود داره، اما ما سعی کردیم که به مستندترین اونها و اون چیزی که بیشتر مورد اتفاق بزرگان شیعه و اهل سنت هست اشاره بکنیم. تعداد همسرانی که واقعا ذکر شده با پیامبر عروسی کردن و به خونه ایشون رفتن، در حقیقت با ایشون همبستر شدن، 11 الی 12 نفر بیت شده که 2 نفر از اونها هم در زمان حیات پیامبر فوت میشن. تمام ازدواج های پیامبر تو 13 سال پایانی عمر مبارکشون بوده، این در دوران پیری یا اوایل پیری بوده و بین 50 تا 63 سالگی ایشون رخ میده. و خیلی جالبه که این ازدواج ها اتفاقا در اوج مشکلات سیاسی اجتماعی و نظامی اون حضرت بوده. یعنی اگر ایشون میخواستن ازدواج های مکرر داشته باشن، خیلی بهتر بود که قبلتر اقدام به این کار میکردن، پس حتما مصلحت هایی بوده که در این سنین ازدواج ها رخ داده. در مورد اینکه چرا بقیه 4 همسر باید داشته باشن، ایشون تعداد همسری زیاد داشته باشن، ببینید قانون 4 همسری در اواخر سال 8 هجری نازل شد و تمام ازدواج های پیامبر هم که ثبت شده قبل از این تاریخ بوده. در مورد ازدواج، این تعدد ازدواج برای همه مسلمان ها یک شرایط یکسان رو داشته و پیامبر با بقیه فرقی نمی کرد. خب اما خیلی مختصر و کوتاه بپردازیم به همسرای پیامبر. اگر به صورت مفصل درخواستین، حتما در اینترنت جستجو بکنید و ماجراهای کامل رو بخونید. ببینید، برخی از ازدواج ها با هدف حمایت و تکریم زنان اتفاق می افتاده، یعنی در شرایطی که زنان اصلا مورد تکریم نبودند، پیامبر اقدامات رو انجام میدادن تا بلکه بقیه هم یاد بگیرن و به زنان تکریم بکنن. حتی ترویج ازدواج با بیوه ها رو ایشون اقدام میکردن به دلیل جنگ های مختلفی که رخ میداد و بسیاری از مردها به شهادت می‌رسیدند. طبعاً آمد زن‌های بیوه بیشتر می‌شد و بعضی از اقدامات پیامبر باعث می‌شد که بقیه هم مشتاق بشن و سرپرستی بیوه‌ها رو بر عهده بگیرن. اولین مورد همسر ایشون سوده هستن. سوده، شوهرش تو حبشه حین خدمت به اسلام در حقیقت فوت میشه و سوده اگر که می‌خواسته به قوم خودش برگرده، چون قومش کافر بودن و ایشون مسلمان شده بود، قاعدتاً نمی‌پذیرفتنش و چاره‌ای نداشت. پیامبر برای اینکه از سوده حمایت بکنه و این در حقیقت بیچارگی و درماندگی ایشون رو علاج برش پیدا بکنه، با ایشون ازدواج میکنه. مورد دوم، زینب دختر خزیمه بوده که ایشون دخترعمه پیامبر بودن. شوهرش تو جنگ بعد به شهادت میرسه. گفتن که ثروت و جمالی نداشته، اما آبرومند و سرشناس بوده، از این جهت که بسیار به فقرا
کمک میکرده، رسیدگی میکرده، حتی بهشون ام المساکین میگفتن. پیامبر برای حفظ شخصیت و شأن ایشون و برای اینکه بی سرپرست نمونه، ایشون رو به ازدواج خودش در میاره. مورد بعدی ام سلمه بودن که شوهرشون تو جنگ احد جراحات شدیدی برمیداره و بعدن شهید میشه. ایشون 4 فرزند داشته و در زمان عرب ظاهرا 4 فرزند دختر هم داشته. هیچ کس حاضر نمیشه که همچین زن بیوه رو با 4 فرزند دختر به سرپرستی قبول بکنه، که باز هم پیامبر این ازدواج رو انجام میدن و این تکریم صورت میگیره. اما همونطور که اشاره کردیم، عمده ازدواج‌های پیامبر تو زمان اواخر عمرشون بوده و دلایل سیاسی اجتماعی و نظامی داشته و بیشتر این ازدواج‌ها با هدف خیشاوندی با قبیله دشمنان صورت می‌گرفت، برای اینکه از شر دشمنی‌ها اسلام در امان بمونه و اتحاد و در حقیقت تحکیم پایه‌های اسلام صورت بگیره. خب میرسیم به همسر دیگه ایشون، جویریه. ایشون دختر رئیس قبیله بن المصطلق بوده و زنی بیوه بوده که تو غزوه‌ای که جنگ در میگیره بین اسلام و این قبیله در حقیقت اسیر میشه. پیامبر احترام میکردن، اکرام میکردن دختران بزرگان رو و ایشون رو آزاد میکنه و به اختیار خودش میذاره و پیشنهاد هم بهشون میده که میتونی با من ازدواج بکنی، که این ازدواج ثمره خیلی خوبی داشته. وقتی بقیه لشکر اسلام میبینن که در حقیقت به نوعی پیامبر با این قبیله فامیل شده، در حقیقت راضی میشن که از غنایم بگذرن و 200 نفر از اسرا آزاد میشن و این قبیله و برخی قبایلی که با این قبیله متحد بودن اسلام میارن. مورد بعدی صفیه هست که دختر رئیس قبیله بنی نذیر و یه زن بیوه بوده. همونطور که میدونید بنی نذیر قبیله یهودیان بودن و اون ماجرای خیبر پیش میاد باهاشون و بعد از فتح خیبر ایشون اسیر میشه. پیامبر بهش میفرمان که اگر شما اسلام بیاری، من شما رو به همسری خودم انتخاب میکنم، اما اگر بخوای آزادی میتونی به یهودیت خودت باقی بمونی و من تو رو آزاد میکنم و میتونی هر جای خواستی بری. صفیه استقبال میکنه و میگه که برای من با پیامبر اسلام بودن خوشایندتره و به این ترتیب ازدواج میکنه با پیامبر و همین قضیه باعث یک اتحاد و مسلمان شدن بسیاری از یهودیان میشه. همسر بعدی پیامبر ام حبیبه دختر ابو سفیان بوده که اسلام میاره و با شوهرش به حبشه میره. اونجا شوهرش جذب زرق و برق مسیحیان میشه و مسیحی میشه و ام حبیبه بی پناه میمونه. نرای برگشتی داشته چون نمیتونسته پیش پدرش برگرده و اونجا هم که بلاد کفر بوده و کاری نمیتونسته بکنه. پیامبر نامه به نجاشی پادشاه حبشه میفرستن و ایشون رو از طریق نجاشی عقد میکنه، در حالی که میدونسته ممکنه حالا نتونه برگرده به مدینه و فکر کنم بوده 1 سال طول میکشه تا ایشون برگرده. اما از این طریق در حقیقت هم ام حبیبه رو نجات میدن، هم با ابو سفیان که دشمن سرسختشون بوده خویشاوندی پیدا میکنن و شر اونها رو از سر خودشون دفع میکنن. مورد بعدی زینب بنت جوهش. ازدواج با زینب بیشتر دلیل حذف رسوم غلط جاهلی داشته و آیاتی از سوره احزاب در این خصوص برای پیامبر نازل شده. این همون موردی هستش که اشاره کردم که پیامبر عروس خودش رو در حقیقت مجبور به طلاق کرده و باش ازدواج کرده و شایعات و داستان‌های ساختگی و جعلی برای این داستان درست کرده. اولا ایشون دختر عمه پیامبر بودن و پیامبر علاقه داشتن. از اون طرف فردی به نام زید بوده که غلام خدیجه بوده و وقتی خدیجه با پیامبر ازدواج میکنه فرزند خوانده پیامبر میشه. پیامبر برای از بین بردن رسمای غلط اختلاف طبقاتی و اینکه دختران آزاد یا اشرافی با طبقه توحیدست یا مسلمان ها که خیلی توان مالی نداشتن ازدواج نمیکردن، به امر خدا سعی میکنه که زینب رو راضی بکنه که با زید پسر خونده خودش ازدواج بکنه و چون آیاتی از قرآن برای این داستان نازل میشه زینب هم رضایت میده و این ازدواج صورت میگیره. اما بعدن مشکلات دیگه پیش میاد که باعث میشه این ازدواج به سرانجام نرسه و از هم جدا بشن. علی رغم اصرار پیامبر این ازدواج به جدایی میرسه. اما پیامبر بعد از اون برای از بین بردن یه رسم جاهلی دیگه که میومدن و فرزند خوندهشون رو فرزند واقعی خودشون تنقی میکردن و در احکام دینی مثل ارث و ازدواج و اینها مشکلاتی پیش میومد، برای اینکه این رسم از بین ببره پیامبر میان از زینب خواستگاری میکنن و در حقیقت خودشون با عروس خودشون که در حقیقت همسر فرزند خوندهشون بوده ازدواج میکنن که به همه اثبات بکنن که این عروس واقعی حساب نمیشه. همسر دیگه پیامبر میمونه آخرین همسر پیامبر بودن و خواهرزاده خالد ابن ولید سردار مکه و از قبیله بزرگ بنی مخزوم بوده. ایشون بیوه بوده، دوباره ازدواج کرده بوده. در اینجا اتفاق دیگه ای رقم میخوره و میمونه به پیامبر علاقه فراوانی داشته و خودش میاد به پیامبر پیشنهاد میده و خودش رو پیامبر هبه میکنه، یعنی ازدواج بدون مهریه. خداوند فقط در این مورد و بنا مصلحتی که برای اسلام وجود داشته این حکم اختصاصی رو برای رسول الله مجاز قرار میده و اینکه کسی خودش رو در حقیقت هبه بکنه برای ازدواج رو برایشون مجاز میده و این ازدواج صورت میگیره. اما از اون طرف برای اینکه دیگران این کارو نکنن و این مزاحمت و زحمت برای پیامبر نشه یا ازدواج های تحمیلی برای پیامبر ایجاد نشه، کلا از اون به بعد ازدواج رو برای پیامبر حرام اعلام میکنن که دیگه قبایل دست از سر پیامبر بردارن. ازدواج با میمونه برکات بسیاری داشته، چون خواهران میمونه که 8 تا بودن هر کدوم همسر رجال برجسته مکه بودن و با این ازدواج به نوعی پیامبر با تمام سکنه مکه و بزرگان مکه خویشاوند شدن. اما دو ازدواج مهم تاریخی که بیشتر با مصلحت های سیاسی امنیتی و برای پیشبرد اسلام صورت گرفته، ازدواج با حفصه دختر عمر خلیفه دوم و ازدواج با عایشه دختر ابوبکر خلیفه اول هست. خب حفصه هم شوهرش در جنگ بعد از جراحات از دنیا میره
و بعد از اون عمر ایشون رو به ابوبکر و بعد به عثمان پیشنهاد میکنه، اما اون دو تا جواب مستند نمیدن. عمر به عنوان گلایه و شکایت نزد رسول الله میره و پیامبر میفرمان که نگران نباش، همسری بهتر از همه اونها نصیبش میشه، که منظور خودشون بودن، و بعدا از طریق واسطه حفصه رو خواستگاری میکنن و به این ترتیب هم حمایت عاطفی انجام میدن و اینکه قبیله در حقیقت عمر قبیله ادعی رو با خودشون همراه میکنن. در خصوص عایشه نکته وجود داره که شبهات و شایعات بسیار زیادی بر علیه پیامبر در این خصوص ایجاد شده که ازدواج با کودک خردسال مطرح میکنن، اما داستان به این صورتی که در واقع با مدارک و سندهای زیادی که وجود داره از اسناد معتبر شیعه و اهل سنت، سن عایشه که گفتن 6 سال بوده یا 9 سال بوده هنگام عقدش رد میکنن و سن او رو 13-14 ساله یا به عبارت مشهورتر 17 یا 18 ساله نقل میکنن و حتی بعضی ها او رو میوه میدونن و در حقیقت شبهه که مطرح میشه که پیامبر با یه خردسال ازدواج کرده یا نه سن کمی داشته رد میشه. ضمن اینکه اگه بر فرض هم بگیریم که سن عایشه 9 سال بوده، ما نمیتونیم بگیم یک دختر 9 ساله ایرانی الان رو حالا تو شهر یا روستا داره زندگی میکنه، که حتی دختر شهری با روستاش هم از نظر جسمانی یا از نظر بلوغ فکری و جسمی فرق میکنه، نمیتونیم با دختر 9 ساله اون هم در کشور عربستان اون هم در اون زمان مقایسه بکنیم و بگیم که آمادگی برای ازدواج نداشته. کما اینکه حتی اگر نگاه بکنیم شاید توی پدر بزرگان و مادر بزرگان خودمون هم همین اتفاق افتاده و این ازدواج ها با سنهای کم صورت میپذیرفته. از طرفی این درخواست رو به صورت مصلحتی پیامبر مطرح میکنن تا با قبیله ابوبکر که قبیله بزرگ و با نفوذی بوده خویشاوند بشن، اما دیگه در حقیقت پی این داستان رو خیلی جدی نمیگیرن و وقتی که در حقیقت پایه‌های اسلام محکم‌تر میشه اصرار دیگه بر این ازدواج ندارن که حتما به عروسی و به بردن خانه ختم میشه، اما اینجا ابوبکر به پیامبر درخواست میده که عایشه رو به خونه خودش ببره. نکته خیلی مهمی که باید بهش توجه کرد اینه که اگر به قول دشمنان اسلام پیامبر هوس باز بودن، باید فرزندان بسیاری هم قاعدتاً از این ازدواج ها به وجود میومد، در حالی که از همین 11 یا 12 ازدواجشون فقط صاحب دو فرزند میشن، یکی حضرت فاطمه سلام الله علیها از حضرت خدیجه کبرا و یکی هم ابراهیم از ماریه که حالا اون هم زنده نمیمونه. خب اگه بخوایم به ماریه اشاره بکنیم، پیامبر تو سال 6 هجرت نامه‌هایی رو برای پادشاهان کشورهای اطراف میفرسته و یکیش هم سمت مصر و حاکم اسکندریه بوده که اون میپذیره و دو تا از کنیزای خودش رو که یکی ماریه بوده، حالا به نقلی میگن دختر شمعون هم بوده، برای پیامبر هدیه میفرستن که ماریه اسلام میاره، پیامبر ازدواج میکنه و صاحب فرزندی به نام ابراهیم میشه که در 18 ماهگی این ابراهیم فوت میشه. نقلی وجود داره آیه که از سوره تحریم که اشاره میکنه که ماریه مورد حسادت دو تا از زنهای پیامبر قرار میگیره که نقل روایت معتبر حفصه و عایشه بودن و اتفاقاتی برای پیامبر رقم میزنن که میتونید مراجعه کنید. اما در مورد حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها عشق و علاقه به ایشون به قدری زیاد بوده که تا آخر عمر همه جا ازشون یاد میکردن و ایشون رو در حقیقت به عنوان همسر اصلی و اون عشق واقعی خودشون همیشه معرفی میکردن. خود عایشه نقل میکنه یک روز به پیامبر گفتم که خدا عوض اون پیرزن گندمگون بیوه بهتر از او، یعنی من رو نصیب تو ساخته. پیامبر ناراحت میشن و میفرمان که قسم به خدا هرگز بهتر از خدیجه نصیبم نشد، زیرا او به هنگام کفر مردمان به من ایمان آورد و آنگاه که همگان مرا تکذیب کردند مرا تصدیق کرد و آنگاه که همگان محرومم کردند به یاریم برخاست. خداوند از او فرزندی به من عطا فرمود که از دیگران نصیبم نساخته. که به واقع هم همین هست، اما برای اینکه نظر اندیشمندان غربی و شرقی رو هم در مورد پیامبر بدونید کافی که تو اینترنت جستجو بکنید و ببینید که اندیشمندان بزرگ راجع به ایشون چی فرمودن. برای مثال تولستوی در حقیقت نویسنده و فیلسوف معروف روسیه گفته که پیامبر اسلام سزاوار همه گونه احترام و اکرامه، یا کارل مارکس فیلسوف و سیاستمدار آلمانی گفته که سزاواره که پیامبری او اعتراف کنیم و دل و جان بگوییم که او پیامبر خدا بوده. جورج برنارد شاو بزرگترین نویسنده انگلستان بعد از شکسپیر میگه که اگه مردی مانند پیامبر اسلام فرمان روایی مطلق جهان عصر جدید رو احراز کنه، طوری در حل مسائل مشکلات جهان توفیق پیدا میکنه که صلح و سعادتی را که بشر بهش احتیاج داره براش تامین میکنه. و ویل دورانت معروف مورخ آمریکایی هم میگه که اگه به میزان اثر این مرد بزرگ در مردم بسنجیم، باید بگوییم که او بزرگترین بزرگان تاریخ انسانیست. امیدوارم که این کلیپ براتون مفید واقع شده باشه، از طولانی بودنش خسته نشده باشید و تا جایی که میتونید حمایت بکنید برای یاری این پیامبر مظلوم که قدر و شأنش شاید اونجوری که باید شاید برای خود ما مسلمان ها هم شناخته شده نیست و در حق ایشون شاید به نوعی ظلم شده که قطعا اینطور شده، اقدام بکنیم و این آگاه سازی رو انجام بدیم تا جایی که میتونیم این کلیپ رو انتشار بدیم. انشاءالله که مورد رضایت پروردگار بزرگوار و رضایت پیامبر خاتم قرار بگیره. التماس دعا، موفق باشید.